برنامه نوروزیمون رو ادامه میدیم با حضور سهیلا دالوند. سلام میکنم به شما سهیلا. سلام با شما، با تشکر از شما که منو دعوت کردی به برنامه. خواهش میکنم، مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین. سال نوتون مبارک باشه و امیدوارم که سال آینده فعالیت های شما احتیاج نباشه اینقدر شدید باشه. مرسی از شما. شما فعال کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی هستین، برنامه ساز این کمیته هستین. کجایی هستی خودت؟ من بچه خرم‌آباد لرستان هستم و دقیقا بگم که بچه اونجا هستم، ولی بعد از دوران نوجوانی به علت شرایط سیاسی مجبور شدم از شهرم به تهران کوچ کنم و تا سالی که از ایران خارج شدم در تهران زندگی کردم. بله، چند وقت از ایران خارج شدی؟ من سال 96 از ایران خارج شدم و 97 به کانادا اومدم. در کانادا زندگی میکنم. بله، خب شما گفتی که به خاطر شرایط سیاسی مجبور شدی که از خرم‌آباد بری تهران، بنابراین در ایران شما فعال سیاسی بودی، درسته؟ بله. برای چی کار میکردی؟ من اون موقع خب دانش آموز بودم، تو هسته‌های دانش آموزی شرکت میکردم، فعال بودم و وقتی سالهای 60 اوج بگیر بگیرها شروع شد و شرایط خیلی سخت شد، بنابراین ترجیح دادم که به شهر بزرگتری برم و چون شهرهای بزرگتر امنیتش بهتر بود و بنابراین به خاطر شرایط سیاسی مجبور شدم از شهرم به شهر بزرگتری کوچ کنم و اونجا ساکن بشم. بله، خب یه هفته سهیلا دالوند در مبارزه با جمهوری اسلامی چجوری میگذره؟ میخوای برامون تصویری بدی؟ حتما. یه هفته که واقعا باید بگم یه هفته ماراتونی هستش، یعنی کمیته در عرصه‌های مختلف در رابطه با زندانیان سیاسی کار میکنه. ما علاوه بر اینکه کمپین داریم، کاردارهای مختلفی میذاریم، تماس با سازمانهای سیاسی داریم، تظاهرات میذاریم، اکسیون میذاریم، ولی در کنار اینها خود کمیته ما 24 ساعت به جرئت میتونم بگم 24 ساعت ما اینکه خبرهایی که از زندانیان سیاسی میگیریم، تماسی که با خانواده زندانیان سیاسی و یا فعالین سیاسی داریم و اینا بخشی از کار ما هستش که انجام میدیم. علاوه بر اون خود کمیته به عنوان یک کمیته، یک سازمانی که کارش در رابطه با زندانیان سیاسی هستش، احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج داره که بخش های مختلف این کمیته با هم کار کنن، هماهنگ با هم کار کنن. بنابراین کمیته در عرصه‌های مختلفی فعاله. من خودم به عنوان که مسئول مدیای اجتماعی کمیته هستم، خب طبیعتا این مدیای اجتماعی احتیاج به سازماندهی داره. این مدیای اجتماعی ما در عرصه فیسبوک داریم، تلگرام داریم، اینستاگرام داریم، توییت داریم و وبسایت و سایت داریم که اینا خودش احتیاج به هماهنگی داره و یک کار 24 ساعته شبانه روزی از ما طلب میکنه و واقعا نه تنها من به عنوان عضو این کمیته، بلکه خود کمیته 24 ساعت در این زمینه کار میکنه. یک عالمه مشغله برای ما گفتی و کارهایی که باید انجام بدی، درست کردن اکسیون، سازمان دادنش. حتما تو هر اکسیونی، هر کس تو اکسیون شرکت کرده میدونه که همینجوری ما نمیریم تو خیابون شروع کنیم به شعار دادن. از قبلش باید یه تدارکاتی سازمان داده بشه. شما کارهای متعددی میکنی. نه، اینا رو میشه گفت شغل یا وظیفه، کدومش؟ نه، به نظر من شغل نیستش، وظیفه. من اینجوری احساس میکنم وظیفه است. اونو اگه کسی واقعا خودش بخشی از اون جامعه میدونه، مشکلات اون جامعه رو مشکلات خودش میدونه، بنابراین خیلی طبیعی هستش به عنوان یک وظیفه دنبال این کار بره و براش کار کنه. و منم اینو به عنوان نه که یه شغل، بلکه به عنوان یک وظیفه، یک احساس مسئولیتی که در مقابل تمام انسانایی که تو جامعه ایران در اون جمهوری خفقان و سرکوب اعدام شکنجه به سر میبرم، من اینو احساس میکنم وظیفه خودم میدونم که حداقل در این زمینه بتونم کمکی کنم و قدمهایی بردارم. بله، خب شما در کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی فعال هستی، یکی از فعالین این کمیته هستی، مسئولینش هستی و حتما خب مشغله های زیادی در این رابطه داری. میخوای که به خانواده زندانیان سیاسی پیامی بدی؟
من به عنوان اینکه عضوی از این کمیته هستم و نماینده خود کمیته در کانادا هستم، به خانواده زندانیان سیاسی میگم که ما همراه اونا هستیم. ما نه تنها صدای زندانیان سیاسی هستیم، بلکه سعی میکنیم قدم هایی در جهت تغییر وضعیت اونها با تماس گرفتن با سازمان ها و اتحادیه‌ها در سطح جهانی صدای عزیزان باشیم. و خواهشی که دارم از خود خانواده زندانیان سیاسی که صدای زندانیان عزیزانشون باشن، عزیزانی که در زندان به سر میبرن صداشون باشن، چون وقتی خودشون صداشون هستن به مراتب ما خیلی راحتتر بیشتر کمک میکنن که ما بتونیم در سطح وسیع‌تری با اطلاعاتی که داریم بتونیم صداشون باشیم و قدم‌های در جهت آزادی اونها برداریم. خیلی متشکر از شما سهیلا دالوند، براتون آرزوی موفقیت میکنم و سال نو رو مجدداً تبریک میگم به شما. با تشکر از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتی، منم مجدداً این سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و به آرزوی آزادی، تمام آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی، سال نو رو به همه شما تبریک میگم. خیلی متشکر. بینندگان گرامی، گفتگومون رو شنیدید با سهیلا دالوند. فکر کنم الان وقتش هستش که بریم سراغ محسن ابراهیمی، اینطور است؟ بله. Thank you.